اینجا بروکسل بلژیک است. هر روز صبح کارمندان شرکت پریما فانگی برای جمع‌آوری تفاله‌های قهوه با دوچرخه به کافه‌های شهر سر می‌زنند. این شرکت با استفاده از این تفاله‌ها قارچ خوراکی پرورش می‌دهند. آنها گاهی 15 کیلومتر در شهر دوچرخه سواری می‌کنند و حدود 100 کیلو تفاله قهوه می‌خرند. پریما فانگی از ایده اقتصاد چرخشی در پرورش قارچ استفاده می‌کند. هدف از این نوع تجارت کم کردن ضایعات و بیشترین استفاده از این منابع است. آنها قارچ‌های خود را در انبارهای زیرزمینی کاخ سلطنتی بروکسل پرورش می‌دهند. سالانه بیش از 15,000 تن تفاله قهوه در بروکسل تولید می‌شود که مقدار قابل توجهی است. با توجه به اسیدی بودن تفاله قهوه، اگر این تفاله‌ها به زمین برگردند، خاک و محیط زیست را تخریب می‌کنند. C'est la quantité. Il y a 15,000 tonnes de marc de café par an en Bruxelles. C'est difficile à imaginer. توفاله هایی که در سال تولید میشن خیلی زیادن و برای زمین مضر هستن. برای همین این ایده به ذهنمون رسید که از این توفاله ها چیزی تولید کنیم. مثل خود طبیعت. در طبیعت هیچ پسماندهی وجود نداره. همه چیز به طبیعت برمیگرده. زباله یک تولید انسانیه. وقتی یک فنجان قهوه درست می شود، تنها 1% از مواد تجدیدپذیر قهوه درون فنجان قرار دارد. 99% از این مواد از بین می روند. تفاله های قهوه مواد مغذی و مواد تجدیدپذیر لازم را برای قارچ های خوراکی دارند. خیلی ازمون میپرسن که این قارچ ها مثل قهوه خواب رو کم میکنن یا اینکه تو این قارچ ها کافئین وجود داره یا نه. در واقع خاصیت قارچ اینه که میتونه کافئین قهوه رو از بین ببره. قارچ ها یه گونه خاص در بین موجودات زنده هستن. قارچ ها در مکان هایی که پسمانده گیاهی وجود دارد رشد میکنند. قارچ های خوراکی صدفی شکل میتوانند روی کاغذ، مقوا و خاک اره هم رشد کنند. اما واقعیت این است که رشد قارچ دشوار است. قارچ ها را نمیتوان به راحتی در خاک یک باغ معمولی پرورش داد. مواد ارگانیکی که قارچ روی آنها رشد میکند بستر قارچ نام دارد و تفاله قهوه یکی از این بسترهای مناسب برای قارچ است. ما هر ماه 1 تن قارچ تولید میکنیم. هر روز صبح وقتی قارچ‌ها تازه هستن اونا رو میچینیم و به مغازه‌های فروش محصولات ارگانیک و رستوران‌ها تحویل میدیم. استفاده از یک منبع زائد ولی مغذی شیوهی مناسب برای تولید قارچ است. در پایان چرخه رشد قارچ، تفاله‌های قهوه را که دیگر تجزیه شده‌اند، میتوان به خاک بازگرداند. به این ترتیب چرخه بازیافت قهوه و بازگشت آن به طبیعت کامل می‌شود.